امیر شمیر درود بر شما. درود بر شما و درود بر ملت پیکارجوی ایران. خب آقای امیر شمیر، در این روزها شاهد این ولی من ندیدم ایرانیان اسرائیلی حرکتی نشون بدن، این مال چیه؟ محتاطن؟ چقدر روز جمعه، نه روز جمعه تظاهراتی بود در تل‌آویو و یه دم سخنرانی کردن، فیلم گرفتن و در برخی از رسانه ها هم پخش شد. خود چه به ما ندادن؟ مال ایران اینترنشنال بود. یعنی اونجا برگزار کرده بودن، اونو برگزار کردن، یعنی چی مال؟ نه اونا خبرنگار فرستادن. فیلم برداری شما مال اونا بوده. بله. خب حقم دارن. خب آقای امینا شمیر، میخوام تحلیل شما رو خیلی سریع از اوضاع احوال فعلی بشنم. چند سناریو راجبش صحبت میشه، شما کدوم یکی از این سناریوهایی که صحبت شده یا مطرح شده رو بیشتر میپسندید یا اساسا نظر خودتون چیه؟ بله، به اجازه بدیم پیش از سناریوها یادآوری بکنیم که فکر میکنم حدود 2 سال پیش بود در همین برنامه در گفتگو با شما گفتیم که چه شرایطی لازمه برای اینکه مردم به پا خیزند و این امید باشه که تلاش اونها به نتیجه برسه. تمام اونچه که امروز رخ میده به صورت شیوه و ویژگی ما در اون برنامه به مطرح کردیم و مورد بحث قرار دادیم. گفتیم اولا یک صرف واحد نباشه که الان تمام جمعیت کشور رو در بر میگیره. گفتیم فقط یک شهر نباشه، الان میبینیم که تمام شهرها هست. گفتیم که نباید یک هدف خیلی محدود رو دنبال بکنن، مثلا پایین بودن مزد دستمزد معلمان و غیره. امروز دیگه مردم ایران نه حجاب رو مطرح میکنن، نه دارو رو، نه نان رو، نه گوشت رو، هیچی. میگن کل رژیم باید بره، کل رژیم. یعنی مردم به این نتیجه رسیدن که هیچ کدوم از اون مشکلاتی که دونه دونه شمردیم و ظاهرن هم بسیار بسیار مهمه برای زندگی انسان، اینا دیگه مطرح نیست. کل رژیم وقتی بیفته تمام این مشکلات و مسائل هم حل میشه. و یکی دیگه از چیزهایی که تاکید کردیم روش نقش ایرانیان برون مرزی بود که امروز میبینیم خوشبختانه در بسیاری از کشورهای جهان، شاید 20 کشور جهان، تظاهراتی در حمایت از مردم ایران به راه افتاده. میبینیم که ایرانیان صاحب نفوذ در کشورهای مختلف سعی میکنن که به پارلمان ها مراجعه بکنن، رسانه ها رو تحت تاثیر قرار بدن، با دولت ها گفتگو بکنن و اهالی اون کشورها رو بسیج بکنن به سود یاری رسانه به ملت ایران و ویژگی های دیگه. اینها همه در مجموع نشون میده که این تظاهرات، این اعتراض ها، این بپاخیزی مثل سابق نیست، بسیار گسترده تر و بسیار مهمتر و بسیار اساسی تر از گذشته است و این جای امید بسیار میده. ما میشنویم که ماموران خسته شدن. همیشه گفتیم که اگر همزمان فرض کنید در 20 تا شهر این ادامه پیدا کنه، حکومت نیروی کافی سپاه پاسداران و بسیج و لباس شخصی ها و غیره رو به حد کافی نداره که در تمام این شهرها بتونه به نتیجه برسه. ما میبینیم که در شهرهای کوچک تظاهرات گسترده تره به خاطر اینکه دیگه سپاهی و بسیجی نمونده برای اینکه سرکوب بکنن. بعد چون شهر هم کوچیک است، همه همدیگر رو میشناسن، میدونن که کی سپاهیه کی بسیجیه و ممکنه خودشون یا خانوادهشون رو اذیت بکنن مردم و اعتراض بکنن. اینها همه جای امیدواری بسیار میگذاره. و اما چند تا اگر هم هست و مهمترینش این است که مردم به این تلاش ادامه بدن، بدونن که الان فرصتی است که اگر از دست بره ممکنه که سالیان دراز خاموشی مطلق در ایران برقرار بشه و اینها بتونن بی سر و صدا بیشتر بدوزن، بیشتر به سازمانهای ترور پول بدن و بیشتر بی کفایتی و بی لیاقتی
خودشون رو نمایان بکنن. این یک فرصت طلایی است که نباید گذاشت که از دست بره. یک پدیده دلگرم کننده دیگر، امروز دیگه صحبت از این گروه یا آن گروه سیاسی نیست، همه گروه ها بسیج شدن و در داخل ایران هم همه طیف های سیاسی و عقیدتی دست اتحاد به هم دادن و گفتیم اگر اول این است که این ادامه پیدا کنه، بعد میبینیم که حکومت هم خیلی سعی میکنه که تا اونجا که ممکنه کمتر بکشه. واقعا ببینید الان حدود 10 روزی که این تظاهرات هست، خودشون میگن مثلا 50 نفر کشته شدن، حالا بگیم دروغه 75 نفر کشته شدن یا 100 نفر کشته شدن، قابل مقایسه با آبان 98 نیست که در 2 روز و نصف 1500 تا رو کشتن. حکومت میترسه و میبینیم که روز اول وسایل ضد شورش رو وارد میدان کردن که تلفاتی داده نشه، ولی دیدن که تاثیر نمیکنه و شروع به تیراندازی کردن. آنچه که بسیار بسیار مورد تمسخره و فکر میکنن که دنیا رو میشه خر کرد، مردم ایران رو میشه بهشون همچنان دروغ تحویل داد، حرفای آقای رئیسی در سازمان ملل، حرفای فرماندهان سپاه پاسداره، حرفای فرماندهان نیروهای انتظامی است که ادعا میکنن میگن اصلا مردمی به خیابان نیامدن و اینها مردم نیستن و عوامل خارجی هستن. میان 2-3 نفر رو ادعا میکنن، نمیدونم تا چه حد درسته، 2-3 نفر تبع خارجی رو بازداشت میکنن یا بازداشت هم نمیکنن، به دروغ میگویند که بله ما اینها رو گرفتیم، اینها از خارج فرستاده شده بودن که در ایران آشوب به پا بکنن و بنابراین سعی میکنن که گناه رو بندازن به گردن بیگانگان. میبینیم که بیشترین حمله تبلیغاتی رو امروز علیه ایالات متحده میکنن، یعنی میخوان ادعا بکنن که این خیزش مردمی کار آمریکاست و نه کار مردم ایران. مسلمه که هم مردم ایران و هم کشورهای دنیا میدونن و خوب میتونن تشخیص بدن. باز یکی از ویژگی ها که باعث امیدواریه، در داخل ایران میبینیم که هنرمندان و افراد طیف های مختلف به این اعتراض همگانی پیوستن، در خارج از ایران هم هنرمندان و افراد مشهور از ملت ایران جانبداری میکنن و باز یک پدیده دلگرم کننده، برای اولین بار یک صنف ایرانی اعلام اعتصاب کرده و اون معلمان و دبیران هستند که امیدواریم اگر اعتصاب کارگران به ویژه پالایشگاه های نفت رو به دنبال بیاره و کارهای دیگری که میشه کرد، عدم حضور کارمندان در ادارات دولتی و غیره، این وضعی رو برای حکومت به وجود خواهد آورد که ممکنه خود به خود فرو بپاشه. بفرمید. به درستی شما به این نکاتی اشاره کردید، یعنی تفاوت‌هایی که شرایط با گذشته کرده. یکی دیگه از اون ویژگی‌ها اینه که هر وقت این اتفاقات می‌افتاد، این شخصیت‌های ردی اول حکومت، حتی به نوع خود آقای خامنه‌ای یا رئیس جمهور یا مثلا رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس، شخصیت‌های می اومدن و ارزندام می‌کردن، خط نشان می‌کشیدن، ولی الان هیچ خبری نیست. الان رژیم خلاصه شده در یک مش سرباز بدبخت خسته از پا افتاده تو خیابونا. یعنی نمیدونم اگه دقت کرده باشید، اگه واقعا مردم یه ذره همت بکنن، این پدر مادرها بیان به این دست دهه 60 رو بگیرن، اصلا همون سربازان هم میخورن اصلا تو خیابون. ببینید مواردی رو، موارد اینو شما هم حس کردید راجع به عدم حضور این چیزا، بفهمید. بله ببینید، این که میگید خستگی، اگر هم هنوز خسته نشدن بالاخره خسته خواهند شد. ما همیشه تو این برنامه گفتیم شمار ماموران سرکوبگر یک بیستم، یک پنجاهم کل جمعیت ایرانه، یعنی اینها تعدادشون محدوده و این تعداد محدود پخش شده در سراسر کشور در نقاط مختلف. بنابراین
تعداد مردمی که در خیابان هستن همیشه بیشتر از مامورانه، و ما تو همین کلیپ ها دیدیم که در موارد گذشته که ماموران می دویدن و حمله می کردن و تظاهر کنندگان عقب نشینی می کردن، الان نه، تظاهر کنندگان هجوم میارن به طرف سپاهیان و سرکوبگران و اونا رو مجبور به فرار میکنن. و همین خستگی که شما گفتید، بله میشه گفت که اونها خسته شدن، میشه گفت که هرچه تعداد تظاهرات در نقاط مختلف کشور بیش و بیشتر بشه، اینها خستگیشون افزایش پیدا خواهد کرد. و اینها واقعا جای امید داره، واقعا جای خوشبینی داره، و امیدواریم که تظاهرات خاموش نشه، ادامه پیدا بکنه. و همین که شما گفتید که خامنه اصلا نادیده گرفت، رئیسی ادعا کرد که آزادی مطلق در ایران برقراره، بر روزنامه نگاران فشار آوردن و این فشار تاثیرگذار بود که اصلا تو گزارش هاشون از خیزش مردمی و اعتراضات گسترده خبری نیست. شاید یه روزنامه یا دو تا روزنامه در تهران آمدن و این اخبار رو منعکس کردن، تازه اونها رو هم خبرنگارانشون رو احضار کردن، گفتن اگه ادامه بدین شما رو هم توقیف میکنیم. بدانید که زندانهای حکومت محدوده، نامحدود نیست، نمیتونن 80 میلیون نفر مردم ایران رو اینها زندانی بکنن. و هر اندازه که دامنه تظاهرات گسترده تر بشه، زبونی و حقارت و ضعف حکومت بیشتر آشکار خواهد شد. بفرمید آقای. یه موزر دیگری رژیم باش مواجه شده، مثلا الان دو تا از فوتبالیستای بسیار صاحب نامی که تو تیم ملی هستن، آقای سردار آزمون و اون آقای دروازه‌بان قد بلند بیراملو، اینها دو تا پست گذاشتن. البته هر دو تا پست پاک شده، ولی خب تو تمرینات تیم ملی هم دیروز اینا نبودن، این دو تا. و خب تعداد زیادی از هنرمندایی که تا قبل از این به نام هنرمندای حکومتی شناخته می‌شدن، مثل آقای شهاب حسینی، مثل آقای مهران مدیری، حتی آقای عباسی دیروز به شدت به مهران مدیری حمله کرده، اینم یه موزلی برای رژیم خواهد بود. چون مثلا امروز بیلبوردهای شهاب حسینی رو کشیدن پایین، وزیر ارشاد گفته دیگه شما برید دنبال یه شغل دیگه. مگه میشه این همه ستاره سینما و سریال رو یه دفعه ممنوع کار کرد؟ اصلا این هم یه موزل بزرگی است برای حکومت، نیست؟ بله کاملا. ورزشکاران، فوتبالیستا میتونن بگن ما دیگه به میدان نمیریم. هنرپیشگان و هنرمندان و دستن سرکاران رادیو و تلویزیون دولتی میتونن بگن ما دیگه سر کار نمیایم. به همان اندازه که هنرمندان و هنرپیشگان و موسیقیدانان جهان همبستگی خودشون رو با مردم ایران اعلام کردن، در داخل هم نویسندگان، روزنامه‌نگاران، حقوقدانان، صاحبان هر حرفه‌ای باید رژیم رو تحریم بکنن، نافرمانی مدنی باید گسترش پیدا بکنه و حکومت فلج بشه دیگه نتونه کار بکنه. اون موقع احتمال اینکه خودش همینطوری فرو بپاشه خیلی بیشتر میشه. بفرمایید. کنم بله، خیلی تشکر میکنم از خانم دکتر فریما و لاکی عزیز، ممنونم. بله خب آقای مناش امیر عزیز، در صف مقدم این مبارزه جوانان نسل چهارم انقلاب اسلامی هستند، دهه 70 ها و دهه 60 ها، سوم و چهارم. اما اونا جانشون گذاشتن کف دستشون بدون تردید. یعنی واقعا یه صحنه های آدم میبینه که حتما شما هم دیدید، اصلا حیرت میکنه یک دختر جوان مقابل یه لشکر وایستاده و جرأت نمیکنن اینا با این دختر مقابله کنن. اما این مبارزه صفای دیگه ای هم داره و من همش به مردم میگم باید هر کسی دنبال جای خودش تو این مبارزه بگرده. همه توش جا میگیرن، هیچکی بیرون نیست. خب الان تعدادی از استادای دانشگاه اعلام کردن ما دیگه کلاس نمیریم، دانشجوها اعلام اعتصاب کردن.
عرضم به حضورتون که دانش آموزا پدر مادرها قصد ندارن، امروز معلم‌ها از پدر مادرها خواستن که دوشنبه و چهارشنبه بچه‌هاشون رو به کلاس نفرستن. من فکر نمی‌کنم رغبتی برای پدر مادرها باشه که بچه‌ها رو به کلاس بفرستن. حتی ما فیلمی از یه دونه از معلمی که اعلام احتساب کرد، بله اعلام احتساب کردن و خب آیا فکر نمی‌کنید که مثلا الان نظرتون رو میخوام بپرسم، تیم ملی ایران خب آیا باید بره تو جام جهانی یا بیاد در تاریخ از خودش یک یادگار به جا بذاره، بگه من در همراهی با ملت ایران در این بازی ها شرکت نمی کنم و شما فکر کنید تمام دنیا نورافکناش میفته رو ایران؟ نظر حضرت عالی چیه؟ عرض کردم، بله کاملا عرض کردم، گفتم فوتبالیست ها بگن ما دیگه وارد میدان نمیشیم، هم در داخل و هم در خارج از کشور. اجازه بده به یه تاکتیک جدیدم اشاره بکنم، برای من خیلی جالب بود. ببینید در تظاهرات گذشته که تظاهرات صنفی بود و تظاهرات نقطه‌ای بود، مثلا مالباختگان، بازنشستگان و غیره، از یه طرف فقط توی یه شهر بود، امروز سراسر کشور رو فرا گرفته، و دومی که همشون یه جا بودن. حالا تاکتیکی که الان ملت ایران بدون رهبری بدون دستور خارجی در پیش گرفتن این است که 15 تا 20 تا 25 تا حد اکثر جمع میشن یه نقطه و به شعار دادن میپردازن. همزمان در تهران تو محله‌های مختلف فرض کنید که 10 تا 15 تا تظاهرات نقطه‌ای هست، کوچیکه ولی هستش، فعالیت میکنه. حکومت و نیروهای انتظامی سرباز به حد کافی ندارن که در تمام این 15 نقطه حضور داشته باشن و مردم رو سرکوب بکنن، و این شاید یه خورده هم نشون میده که چرا تعداد تلفات با اینکه یک انسان هم جانش اندازه دنیا عزیز است ولی شمار تلفات این بار کمتره. البته یه علت دیگه‌ش هم این است که حکومت میترسه بکشه، میترسه خونریزی بکنه، به خاطر اینکه زیر ذره بین هم ملت ایران و هم کشورهای دنیا قرار داره. بفهمید عزیز، یه سوالی میخوام بکنم که احتمالا شما میگی نو انسر، جواب نمیدیم، قاعدتا نمیخواد، ولی مهمه. من در طول این سالها کسی نشنیده است از من که راجع به خانم علی نژاد هیچ اظهار نظری بکنه. به هر حال ایشون با سبک خودش مبارزه کرده، مبارزه میکنه، با جمهوری اسلامی هم مخالفه. و البته من اصولا هر جریانی رو که دولت‌های خارجی میخواد، آمریکا باشه، میخواد هر کی باشه، حمایت بکنه، من باش مخالفم. حالا غلط درسته نمیدونم، من مخالفم ولی ابراز مخالفت نکردم. ولی یه اتفاقی افتاده، میخوام نظر شما رو به عنوان پیر دیر بپرسم. ایشون اعلام رهبری کرده، گفته من لیدر هستم. نیویورک تایمز هم به این دامن زده و گفته بله، و تعدادی از هموطنانمون مورد خشم تعدادی از خانومها در داخل ایران قرار گرفته. به نظر شما این درسته که یک کسی به این دلیل شرایط بیاد اعلام رهبری بکنه؟ و نظرتون چی اصولا راجع به این موضوع؟ ببینید من این خبر رو نشنیدم، الان برای اولین بار از زبان شما میشنوم، ولی پاسخ من این است که در شرایط کنونی هیچ کس رهبر نیست، هیچ کس لیدر نیست، حتی شاهزاده رضا پهلوی ادعای رهبری نمی کنه. مردم ایرانن که بدون رهبر به این مرحله رسیدن. ولی من خانم مسیح علی نژاد رو براش احترام قائلم، از بعضی اخلاقاش اصلا خوشم نمیاد، ولی برای این نکتهش احترام قائلم که مسئله مبارزه با حجاب رو پیگیری کرد و یکی از عللی بود که زنان ایران رو ببینید من معتقدم که آدم باید، خانم هما دارابی قبلا خودش رو به آتش کشید در رابطه با مسئله حجاب، یعنی تو خیابونای تهران رفت خودش رو آتش زد.
بله یه کسی بیاد اینجوری توییت بکنه که بگه من رهبر هستم، خب این الان توییتش رو که الان جواب نیویورک تایمز جان نیویورکر، حالا جلسه نیویورکر زیاد مهم نیست ولی من فکرم نیویورک تایمزه. حالا برگردیم به آقای میناشمی. بله من ندیدم که مسیح علی نژاد ادعای رهبری بود. الان گذاشتم رو صفحه بگرم. الان گذاشتم رو صفحه. بله و اگرم ادعای رهبری کرده بسیار ناحقه و کار درسته نیست. من یک موضوع دیگر رو هم در رابطه با خانم علی نژاد بگم، با اینکه برای مبارزش در علیه حجاب ارزش قائلم و فکر میکنم که این مبارزه موثر بوده و یکی از علل خیزش کنونی خانم‌های ایرانی. دورانی بود که علی نژاد جزو اصلاح طلبان بود به شدت، کسبیان ماکان. نه دیگه آخه ما یه مقدار سکوت کردیم. آقا دوستانی که شما اصلاح طلب بودین تا چند سال پیش، بالاخره سر سفره رژیم تشریف آوردین در مبارزه، دمتون گرم، دستتون درد نکنه، اما دیگه جلو نزنین، نیفت نرین جلو تو صف بخواید وایسید. این که مال که دیگه بوز اخبش که نیستیم که. باشه من حرفم تمام نشد. بفهمم. وسیع علی نژاد اصلاح طلب بود و یادمه که کسبیان ماکان نامزد ندا آقا سلطان به اسرائیل دعوت شده بود، با رئیس جمهور اسرائیل ملاقات داشت، یک کبوتر صلح هدیه گرفت و من خودم به گوش خودم در کنار کسبیان ماکان نشسته بودم و مکالمه رو میشنیدم که چطور مسیح علی نژاد بهش زنگ زد و مدت نیم ساعت به شدت ازش انتقاد کرد که چرا رفتی اسرائیل، چرا با رئیس جمهور اسرائیل ملاقات کردی، چرا هدیه از دست اون گرفتی، با این هدیه میخوای چی کار بکنی. واقعا کاسپیان که آدم خجالتی بود اصلا یخ شد. ولی خانم علی نژاد این شهامت رو داشت که بگه ببخشید اشتباه کردم، من دیگه اصلاح طلب نیستم، اصلاح طلبی ایران رو به جایی نمیبره. تکلیف ما چیه که آقای مناشم، تکلیف ما چیه که بابت این حضور آقایون اصلاح طلب این رژیم حداقل 30 سال عمرش ادامه پیدا کرد؟ بله این تاوان زندگی ما رو کی باید بده؟ تاوان جوانی من رو کی باید بده؟ یکی باید بده دیگه. بله قبول دارم، ولی باز احترام قائلم برای 100%. اصلا تردید نکن، هر کسی همین امروز هم برگرده که توبه کرد و گفت من اشتباه کردم. آقای مراشمن همین الان هر کسی از اون جبهه مخالف بیاد این طرف، ما براش کف میزنیم. بله اما دیگه ادعای لیدری نکنه. این دیگه اگه توییتشو بخونیم برای من یکم عجیب میاد برام که آقا عزیزم من دارم به شما خلاف که نمیگم، که عرضم به حضورتون که اصلا بفرستید برای من متنشو بفرستید برای شما. میبخشید من تسلط ندارم بر همه اخبار و گزارش ها در نیویورک. حالا بفرستید بر آقای مناشمی. آقای مناشمی ما وقتمون تمام شد، باید بریم. خیلی از شما متشکرم، از حضور شما متشکرم. تا گفتگوی بعدی بدرود میگم به شما، خیلی ممنونم. من خب باز آفرین میفرستم به زنان ایران، به مردان ایران. من فکرم به ما میخواست یه دفعه محض ازای خدا به ما آفرین بگی. انتظار دارم که مردان فعالیت بیشتری داشته باشن، نیستن و ببینن که ماموران سرکوبگر چطور یک زن بیدفاع رو کتک میزنن، تو موتوموبیل گاهی توی آمبولانس میندازن و میبرنش زندان، دخالت کنن و نگذارن و هر اندازه که نافرمانی مدنی در ایران گسترش پیدا بکنه، اون موقع میشه امید بیشتری داشت که این مبارزه به نتیجه برسه. سپاسگزارم آقای مناشمی عزیز، خیلی خیلی ممنون. خواهش میکنم. ممنون.